خب با نام و یاد خدا شروع میکنیم. روز هفتم اگه اشتباه نکنم درسته ببینید امروز چیزی که میخوام بگم خدمتون یکی چیه؟ یکی ریتم. ریتم به فارسی یعنی چی؟ برگردوندن. درسته؟ میخوام توابع بنویسیم که ریترن داره. تا حالا ما توابع که نوشیم فقط یه پروسجه بوده، یه کاری برامون انجام داده. مثلا یه اسپیرال برامون میکشید، یه پولیگان برامون میکشید، اون تا پولیگان به اون برگشت نمیده. یکی از مشکلات که بچه ها دارن اینه که میان آقا برگشت میده یعنی چی؟ میگه برگشت میده یعنی چی؟ این حالا من توضیح میدم، باز این متعددینشون باز یه جور دیگه. ببینید مثلا خانم اوسان رو ما یه تابه تعریف میکنیم به اسم چی؟ اسکوه. ببینید امروز خودت شروع کرده دیگه، من سوش نداشتم، خودت به درخته من گیر دادی. درسته؟ اسکوئر چیکار میکنه برامون؟ دست شما خیلی خوبه، همیشه تعریف کنید، اصلا انتقاد نکنید. اسکوئر ایکس، پرینت ایکس چی میگم؟ اسکوئر مثلا میگم 5. درسته؟ چی نمیش؟ 25. اینو تا اینجا داشت. قبل از اینکه ریترن رو توضیح بدم یه چیزی میخوام بنویسم. خوب این تیکر نگاه بکنه. اینجا مینویسم آقا پرینت بکن نیم. اوکی؟ چی نمیش؟ نیم. نمیش مین. الان اصلا فعلا کاری با این اسکواله ندارم. این اصلا بزنیم کنه. آیا الان من اجرا میکنم وقتی نیم دو تا آندرلاین برش میزنم چی مینویسه؟ من. خب حالا اینجا مینویسم import اسمش چیه؟ p7. اسم ماژولم p7 اجرا میکنم. چی نوشت؟ p7. یعنی اگر از بیرون ایمپورت بشه نیمه میشه اسم ماژولمون، ولی از داخل اجرا بشه میشه مین. درسته؟ نه. یه بار دیگه نیا کنه. این نیم یه متغیر عمومیه. نیم یه متغیر چیه؟ عمومیه. من اسم بهش ندادم. خب منتها اگه من اینجا نیم رو چاپ بکنم، نیم رو برگردونم چی بهم میده؟ میگه مه. ولی اگه از بیرون ایمپورت بکنم اسم ماژولم رو، ما چجوری ایمپورت میکردیم؟ مثلا ایمپورت مت میکردیم، درسته؟ مت رو یکی دیگه نوشیم. حالا من مینویسم ایمپورت p7. چی میشه؟ به جای نیم اسم ماژول رو مینویسه، نمینویسه مین، مینویسه چی؟ چرا p7 نوشت؟ چون اسمش چیه؟ p7. درسته یا نه؟ حالا میام اینجوری مینویسم، میام میگم if name مساویه main. خب الان اگه اجرا بکنم name مساویه main هست یا نه؟ پس اسکوئر 5 اجرا میشه، میشه چند؟ حالا اگه اینجا بنویسم import p7 دیگه اجرا نشد. چرا اجرا نشد؟ چون نیممون مساوی مین است، نیممون الان p7ه. خب ما از اینجا بعد برنامه هامون رو اینو همیشه می نویسیم تو برنامه ها. چرا می نویسیم؟
برای اینکه بدن اصلی برنامه رو میاریم میندازیم داخلی. چرا؟ برای اینکه اگه من اینجا اجرا کردم اجرا بشه، ولی اگه از بیرون اومدم اینو ایمپورت کردم اجرا نشه. چرا ایمپورت میکنیم؟ مثلا من میام اینجا میام مینویسم آقا from p7 import sql. حالا میام مینویسم sql مثلا 100. ببینید وقتی اینو نوشتم دیگه اون بدنش اجرا نشد، ولی اگه این مین نبود مثلا یه چنین چیزی بود اینجا بودش، خب این نبودش اینجوری بودش. خب الان که اجرا میکنم با دفعه قبل هیچ فرقی نمیکنم، ولی حالا میخوام فرض کنم به اسکوئر احتیاج دارم، الان چی میشه؟ من که نگفتم برو اسکوئر 5 اجرا بکن، ولی چون داخل مین نیست چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. درسته که من فقط به چی احتیاج داشتم؟ اسکوئر، مثلا اسکوئر 20. پس برنامه ها رو چجوری می نویسیم؟ اینجوری می نویسیم. شما مثلا می توانید اینجا بنویسید else print چی بنویسیم؟ welcome to p7 the best module in the middle است. دیدیم میگن بهترین تو خواهر میانه ما نفر میدیم میار مثلا این نظر این چیز بزرگترین تو خواهر میانه هست. رفرنس کیه؟ ران تاکسی. درسته؟ حالا من اگه ببینید الان که اون اجرا نشد، ولی اگه اینجا می‌نویسم import p7 اون قسمت رو اجرا میکنم. اوکی؟ خب بچه مثلا ما میام می‌نویسیم from p7 import ستاره، چی میشه؟ همه ماژولاشو فراخوانی میکنم دیگه. الان یه دونه ماژول بیشتر چیه؟ ندارم، فقط چیه؟ اسکوئر. اوکی؟ خب ولی اگه مثلا بیام بنویسم import p7 بعد p7.square همش باید بنویسم، درسته؟ یعنی اگه چنین چیزی بنویسم قبل از ماژوله باید اسمشو باید بیارم. ستاره کار خوبی نیست انجام دادم، یعنی مثل from مثلا p7 import ستاره اصلا کار خوبی نیست. چرا کار خوبی نیست؟ چرا؟ میاره مثلا شما اینجا یه اسکوئر داری، اسکوئر عدد 2، درسته؟ بعد میایی می‌نویسیم مثلا from p7 import بکن چی رو؟ ستاره رو. چی میشه؟ اسکوئر دیگه عدد 2 نیست، الان چیه؟ یه تابع است. یعنی ناخودآگاه میای متغیر قبلی تو از بین میبری، ممکنه از بین ببری. اوکی شو؟ حالا در مورد چی داشتیم صحبت میکردیم؟ میخواستم در رابطه با ریترن صحبت بکنم. خب الان من یه اسکوئر نوشتم، یه اسکوئر دیگه میام مینویسم به چه عنوانی؟ می‌نویسم اسکوئر 2. اینو به جای اینکه پرینت بکنم ریترن می‌کنم. درست شد؟ یه اسکوئر 2 نوشتم، یه اسکوئر نوشتم. این یه تیکر من پاک می‌کنم. اسکوئر 5 اسکوئر 2 5 5 اینجا می‌نویسم پرینت بکن ستاره زب داره مثلا 20. میخوام ببینیم چی میشه. اولی چی نوشت؟ دومی هیچی ننوشت. چرا؟ چون دومی برگشت میده به همون. چون دومی چی میده به همون؟
من میتونم خودم اینجا پرینتش بکنم، میتونم پرینتش نکنم، حالا مثلا پرینت میکنم، یعنی مقدار 25 برمیگردونه میره داخل پرینت، پرینت 25 ها. حالا فرض کنید دوباره میام داخل مینیمسم اسکوئر 5 توی دومی هم میام مینیمسم اسکوئر 2 اسکوئر 5. الان میتونیم بگین چی میشه؟ اسکوئر 2 چند رو برمیگردونه؟ 25 میده به اسکوئر 2 میشه 625. ولی این 5 رو چاپ میکنه، نان رو برمیگردونه چون ریتر نداره. بعد این اسکوئر بدبخت میمونه با نان چیکار بکنه؟ چی نوش؟ 25 رو چاپ کرد ولی با نان ندونه چیکار بکنه. مثلا من میتونم اینو اصلاح بکنم، اینجا بنویسم if x. if x یعنی چی؟ یعنی یه xی باشه، درسته؟ ببینید اولیه 25 رو چاپ کرد، بعد 25 نان برگردون، بعد اسکوئره چون نان بود چیزی چاپ نکردش. دومیه 25 رو برگردون دوباره به اسکوئر 2، اسکوئر 25 رو گرفت چی چاپ کرد؟ 625. پس این داره مقدار داره برمیگردونه به همون. ریترن یعنی چی؟ حالا من میام قبل این اسکوئر می نویسم ریترن 1، فکر می کنید چی میشه؟ ریترن 1 به 1 به 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 بزنم به ایه از کجا میره؟ خب میدونیم از کجا میره. خب اوکیه، ببینی الان اسکوئر هیچ چی برمیگردونه؟ نه اسکوئر چی برمیگردونه؟ شما هر چی بهش بدی چی برمیگردونه؟ چند چی گفتم بهتون؟ وای من میبینی سفید شده؟ این تو کلاس سفید شده، مثلا آسیب سفید نشده. ریترن 1 ببینید، خب تابسته، تعریف تابه تو ریاضی چیه؟ تعریف تابه تو ریاضی چیه؟ شما رو داریم دانشکده ریاضی دارده دانشکده ریاضی میگه یه تعریف تابه چیه؟ یه چه میدونم یه چیزی تو این باید چه میدونم خیلی باحال. تعریف تابه تو ریاضینه، میگه یه نگاشه مثلا از یه فضه ایش به یه فضه ایگره که به ازای یه ورودی فقط یه خروجی میده، دوتا خروجی نمیده، درسته؟ ما بهش میگیم فانکشن، بهش میگیم فانکشن. همون مفهومی که تابه تو ریاضی داره اینجا هم هست. خب این تابه که هر چی بهش بده عدد یک رو برمیگردونه. این اصلا پرینت بکنیم، هر چند تا هم خواستین صدا بزنید. 5 که میگیره چی به هم میده؟ اسکوئر 5 میگیره چی میده؟ یک. دوباره اسکوئر یک میشه چی؟ یک. یعنی اصلا عملا به این به این چیه؟ نمیرسه. مفهوم ریترن رو میخوام یاد بگیریم که هر وقت ریترن انجام میشه همون لحظه پرش به بیرونه و اون چیزی که جلوی ریترن هست رو برگشت میده. خب ریترن رو آره. حالا بیام یه تابه بنویسیم کیوب رو بهمون بده. بگیم
من یه اجازه بدین اسکور رو پاکش میکنم. سینا میخوام یه تایه بنویسم به اسم کیو. کیو مکعب کعبه درسته؟ سبسه کیو بکنم یه کلمه فارسیه. خب میشه ایت به تمام چی؟ سه. خب اسکوه مثلا من اینجا میام میام آقا کیوبه کیوب مثلا اسکوئر 5 بالایه چی میشه؟ بالایه میشه 625 پایینه میشه 5 به توان 25 بعد 25 به توان چی میشه؟ ببینید اسکوئر 5 چی میشه؟ 25 میده به کیوب. کیوب رو چکارش میکنه؟ درست شد؟ حالا شما یه تایه بنویسین یه عدد بگیره ابسولوت نامبر شما برگردون. ابسولوت نامبر یعنی چی؟ قدر مطلق. یه عدد بگیره قدر مطلقشو قدر مطلق یه عدد اگه مثبت باشه مثبت اگه منفی باشه مثبت. بازم من رو دوست کار ریتن نگاه کن قبلی ها رو ما چاپ میکردیم یا رو ترتل نمایش میدادیم. این کیوبه یه چیز میگیره یه عملیات انجام میده اونو بهتون برمیگردون. حالا شما ممکنه اونو چاپ بکنه ممکنه چاپ نکنه. خب بنویس. حالا کم کم مثال زیاد میزنم اینو بنویسین یه اجرا بگیریم اسم تا... یه تا باید بنویسین مثلا اسم تا رو میزنین قرد ABS